سلام و درود میگم خدمت دوستان و همراهان همیشگی ما به یکی دیگه از برنامه های خاطرات قتل خوش اومدید در این برنامه به یکی دیگه از پرونده های قتل در ایران میپردازیم پرونده قتلی که در سال 1370 و در اهواز اتفاق افتاد خاطر نشان میکنم تمامی مطالب این برنامه حقایق و شواهدیه که توسط بازپرسان و کاراگاهان این پرونده نقل شده و به احترام بازماندگان این قتل هیچ دخل و تصرفی در مطلب صورت نگرفته. پس در ادامه برای بررسی این پرونده با ما همراه باشید. قبل از هر چیز اگه تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه های جدید ما جان نمونید. سال 1370 بود. بین همه پرونده های زیادی که من و همکارام تو کلانتری احواز به اونا رسیدگی می کردیم، یکی از اونا را اصلا یادم نمیره. ماجرای تلخی داشت. ماجرای تلخی که حتی ما را هم شوکه کرده بود. خاطرم هست. یه روز گرم تابستونی بود که از طریق تماس یکی از شهروندا با واحد تجسس کلانتری در جریان مرگ زن و مرد جوانی تو خونهشون قرار گرفتیم. ماجرای قتل این زوج وقتی تلختر شد که فهمیدیم اونا به تازگی با هم ازدواج کرده بودن. اون روز کسی که با ما تماس گرفت و خبر از این حادثه داد یکی از بستگان زوج جوان بود. اون برای سر زدن به اونها راهی خونشون شده بود اما بعد از حضور تو خونه با اجساد بیجان جان قربانی روبرو شده بود. به محض اطلاع از این ماجرا نشانی محل حادثه را گرفتیم و راهی اونجا شدیم. تو گرمای طاقت فرسای ظهر اهواز خیابونا خلوت بودن و خیلی زود به مقابل خونه اونا رسیدیم. خونه شیک تو یکی از بهترین مناطق احواز که یعنی نشون میداد قربانی ها از وضعیت مالی خوبی برخوردار بودن. مقابل خونه مورد نظر همسایه ها تجمع کرده بودن. هر کسی چیزی میگفت و همه میخواستن بدونن که ماجرا چیه و چه بلایی سر ساکنان خونه اومده. با عبور از بین همسایه ها وارد خونه شدیم. اونطور که مشخص بود قربانی ها تازه عروس و دوماد بودن و خونواده از خونواده های ثروتمند و سرشناس احواز به شمار می رفتن. پس از ورود به داخل خونه با جسد غرق خونه عروس و دوماد که داخل یکی از اتاق خواب ها افتاده بودن روبرو شدیم. صحنه بدی بود. متخصص پزشکی قانونی که همزمان با ما رسیده بود و سرگرم بررسی های تخصصی بود علت مرگ این زوج رو اصابت ضربات جسمی نکتیز مثل چاقو به بدن اونا اعلام کرد روی بدن هر دوی اونا آثار ضربات متعددی وجود داشت که از بیرحمی عامل یا عاملان جنایت حکایت داشت هنوز حرفای متخصص پزشکی قانونی تموم نشده بود که مرد جوانی توجه هم رو جلب کرد برادر داماد بود. می گفت زوج جوان مدت کوتاهی بود که با هم ازدواج کرده بودند. اینکه زوج جوانی در نخستین روزهای شروع زندگی مشترکشون این چنین با بیرحمی به قطر رسیده بودند برای همه ما یه تراژدی بود. یه تراژدی بزرگ. برادر داماد شوکه بود، گریه می کرد. به سراغش رفتم و سعی کردم آرومش کنم. بعد از او درباره حادثه پرسیدم و مرد جوان گفت خونه برادرم دیوار به دیوار خونه پدرمه. سیاوش با پدرم کار میکرد و قرار بود امروز صبح برای انجام چکاپ پدرم رو به بیمارستان ببره. سابقه نداشت که دیرتر از زمانی که گفته بود برسه. برای همین امروز صبح وقتی نیومد نگرانش شدیم. پدرم چند باری با تلفنش تماس گرفت اما سیاوش جواب نمیداد. برای همین منو فرستاد که به اونا سر بزنم و مطمئن بشم که اتفاقی برای برادر ما همسرش نیفتاده. طولی نکشید که مقابل خونشون رسیدم. چند باری زنگ خونشون رو زدم. اما جوابی نشنیدم. نگرانیم بیشتر شد. از قبل کلید خونه برادرم رو داشتم. برای همین در رو باز کردم و وارد خونه شدم. چند باری اونا رو صدا زدم اما بازم جوابی نشنیدم. تا اینکه وقتی به اتاق خواب رسیدم صحنه وحشتناکی رو دیدم. جسد برادرم و همسرش غرق در خون روی زمین افتاده بود. هر دوی اونا به قتل رسیده بودن. اونطور که از حرفای مرد جوان میشد فهمید عروس و داماد شبانه و احتمالا زمانی که در خواب بودن به قتل رسیدن. اما انگیزه این جنایت چی بود؟ سرقت نخستین فرضیه ای بود که مد نظر قرار گرفت. در تحقیقات میدانی با اینکه آثاری از ورود اجباری به خونه دیده نشد اما مشخص شد که به خاطر گرمی هوا زوج جوان در حال رو باز گذاشتن و عامل یا عاملان جنایت از طریق دیوار وارد حیات خونه شده بودند و در باز بودن حال ورود اونا رو به داخل خونه آسون کرده بود هیچ آلت قطاله و مدرک و سرنخی که ما رو به قاتل برسونه به دست نیامد و در بررسی های بیشتر معلوم شد که طلاهای عروس خانم به سرقت رفته. من و همکارام در جستجوی پیدا کردن سرنخی از قاتل بودیم و به همین دلیل اتاقها و داخل خونه را با دقت تمام می گشتیم. در این جستجوها فندک زرد رنگی رو پیدا کردیم. فندک رو به خونواده داماد و عروس نشون دادیم و هر دو خانواده مدعی شدند که متعلق به فرزندانشون نیست. تو همون تحقیقات اولیه احتمال دادیم که فندک زرد رنگ متعلق به عامل جنایت باشه که احتمالا ناخواسته از جیبش بیرون افتاده و او بیخبر از ماجرا صحنه رو ترک کرده بعد از چند ساعت جستجو و بررسی در نهایت اجساد به پزشکی قانونی منتقل شدند و تحقیقات ما برای شناسایی و دستگیری قاتل ادامه یافت با اینکه طلاهای عروس خانم به سرقت رفته بود اما اموال با ارزش زیادی داخل خونه بود که اگر قاتل نقشه سرقت داشت بیشک اونها را هم با خودش میبرد. در نهایت این طور به نظر می رسید که سرقت تلاجا تنها برای تغییر مسیر تحقیقات بوده. حالا فرضیه دیگهی که مد نظر بود جنایت با انگیزه انتقامجویی بود. از خانواده سیاوش و همسرش در رابطه با اینکه قربانیان با کسی اختلاف یا دشمنی داشتن پرسیدیم اما پاسخ اونها منفی بود و توی این شاخه از تحقیقات هم به بنبست رسیدیم ما برای شناسایی و دستگیری عامل جنایت انگیزه های متفاوتی رو بررسی کردیم تا با مشخص شدن انگیزه بتونیم سرنخی از قاتل یا قاتلان به دست بیاریم چند روزی از این ماجرا گذشته بود و ما همچنان به تحقیقاتمون ادامه میدادیم. البته بگم چیز خیلی خاصی هم پیدا نکرده بودیم. تو یکی از این روزها پدر عروس به سراغمون اومد. پیرمرد تو این چند روز خیلی شکسته شده بود. از زحمت میتونست دردی رو که در وجودش بود پنهان کنه. مقابلم نشست. با چهره پر از رنج گفت این چند روز به خیلی چیزا فکر کردم. هر کسی رو که میشناختم در ذهنم بارها و بارها مرور کردم تا ببینم تو قتل داماد و دخترم نقش دارن یا نه اما به نتیجه ای نرسیدم اما حالا چند روزیه که موضوعی ذهنم رو مشغول کرده هرچند ممکنه یه توهم یا خیال باشه اما این احتمالم وجود داره فردی که من بهش شک دارم همون عامل جنایت شما باشه دخترم چند ماه قبل از ازدواج با سیابشت خواستگار سمجی داشت. خاصگاری که فرد شروری هم بود و سابقه کیفری هم داشت. اصلا به همین دلیل بود که با ازدواج اونها مخالفت کردم و جواب رد به خاستگاریش دادم. اسمش شهرام بود. مطمئن بودم که مرد زندگی نیست و میدونستم دخترم باش خوشبخت نمیشه. ممکنه اون تو این ماجرا نقش داشته باشه و به خاطر کینه ای که از من به دل گرفته دختر و دامادم به قتل رسونده باشه با اظهارات این مرد حالا یک مزنون داشتیم بردی که احتمال داشت عامل جنایت باشه بررسی ها رو در رابطه با تنها مزنون پرونده ادامه دادیم پیرمرد راست می گفت شهرام مرد خطرناک و شروری بود که سابقه کیفری پروپیمونی هم داشت تو تحقیقاتی که ما انجام دادیم مشخص شد یه پسر جوان درست همان روزی که سیاوش و همسرش به قطر رسیده بودن ناپدید شده. اما با گذشت مدتی از ماجرا مجددا به خونه برگشته. همین مسئله شک منو بیشتر کرد. در نهایت شهرام رو بازداشت کردیم. پسر جوان آدم زیرک و حرفه‌ای بود. تحت هیچ شرایطی به قتل اعتراف نمی کرد و مدعی بود که اصلا در زمان قتل تو اهواز حضور نداشته. از طرفی هم ما مدرک محکمه پسندی نداشتیم که ثابت کنیم او در این ماجرا نقش داره و جنایت رو او مرتکب شده. در حالی که شهرام منکر ماجرا بود، به سراغ دوستان و آشنایان او رفتیم تا شاید بتونیم اطلاعات و سرنخهایی از اونها به دست بیاریم. ما تو صحنه قتل فندک زرد رنگی رو پیدا کرده بودیم که احتمال میدادیم متعلق به قاتل باشه. فندک رو به دوستان و آشنایان شهرام نشون دادیم. همه اونها با دیدن فندک متفق قول, قول گفتن که فندک زرد رنگ متعلق به شهرامه و اون رو بارها در دست اون دیدن. حتی یکی از اونها گفت که فندک گیر داره و با مدل خاصی روشن میشه و البته لم اون رو هم بلد بود. زمانی که فندک از سوی دوستان شهرام شناسایی شد، <تص> مطمئن شدم که مسیر رو درست رفتم و شخص بیگناهی بازداش نشده. این بار دیگه با دست پر به سراغ شهرام رفتم. بهش فندک رو نشون دادم. شهرام با دیدن فندک مثل خود فندک زرد کرد. اما خیلی زود به خودش مسلط شد. ولی این رفتار از دید من پنهون نموند. هر لحظه مطمئنتر می شدم که شهرام در قتل نقش داره. به شهرام گفتم تمام دوستات گفتن که فندک برای توه و اون در کنار جسد قربانی ها پیدا شده بیشک میدونی که چطور اونجا افتاده و کتمان قتل پسر جون فایده ای نداره شهرام خواست دوباره این کار کنه و این بار بهش گفتم ببین همه دوستات حاضرن شهادت بدن که فندک متعلق به توه شهرام در نهایت شروع به صحبت کرد و گفت برای من افت که جواب نه کسی بشنوم من هر چیزی رو که میخواستم به دست می آوردم، اما مرجان بدون توجه به غرورم به من جواب نداد مدتی بعد هم بدون اینکه اصلا به من و احساساتم توجهی داشته باشه با این پسر سیاوش ازدواج کرد چطور میتونستم با خودم کنار بیام که یه دختر با من یه همچین کاری بکنه تو کتم نمیرف خلافکارای این شهر جورت نگفتن به منو نداشتن اما این دختر با من کاری کرد که همون شب عروسیش وقتی اونو تو لباس عروس دیدم با خودم عهد کردم که انتقاممو میگیرم چند شب بعد شبونه از دیوار خونشون بالا رفتم با بازگذاشتن در حال اونا کارو برام خیلی راحت کرده بودن خیلی سری وارد خونه شدم و قبل از اینکه به زوج جوون اجازه بدم متوجه بشن که ماجرا از چه قراره با چاقو هر دوی اونها رو به قتل رسوندم بعد از اون هم شهر رو ترک کردم بعد مدتی از دوستان پیگیر شدم وقتی فهمیدم که پلیس به نتیجه و سر نخی نرسیده دیگه خیالم راحت شد که ردی از من به دست نیمده برای همین برگشتم خونه با اعترافات پسر جوان او به بازسازی صحنه جنایاتش پرداخت این مرد در دادگاه به قصاص محکوم شد و از اونجا که خانواده های مقتولان خواهان قصاص بودند چندی بعد به دار مجازات آویخته شد. اگه شهرام از قبل می دونست که قرار همون فندکی که باهاش سیگارش رو روشن می کنه بر علیه خودش کار کنه و به پای چوبه دار ببرتش حتما سیگار کشیدن رو ترک می کرد. اما سوال اینجاست. به نظر شما اگر این فندک زرد رنگ کنار جسد تازه داماد و عروس پیدا نمی شد کاراگاهان و بازپرسان پرونده میتونستن این پرونده رو حل کنن؟ اگر جوابتون مثبته چطوریش رو هم بنویسید؟ در کامنت ها جواب رو برامون بنویسید اعتقاد ما بر اینه که همه افراد باهوشند مگر خلافش ثابت بشه پس با هوش و ذکاوت خودتون این پرونده رو بررسی کنید فراموش نکنید برای حمایت از ما فقط کافی مطلب رو لایک کنید و عضو کانال ما بشید تا از برنامه های جدید ما جان نمونید.